در زندگی بارها با چند راهی‌های متعددی روبرو می‌شویم و باید تصمیم بگیریم که کدام یک را انتخاب بکنیم. گاهی این تصمیم گیری ما ساده و کم اهمیت هست و گاهی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد و باید در آن حالت ما نیاز است که به حل مسئله بپردازیم و مسئله را درست پیدا بکنیم. تصمیم گیری چیست؟ چگونه می‌تونیم که ما آن را در خود پرورش بدهیم؟ مراحل تصمیم گیری چی می‌تونه باشه؟ پیامدهای ناتوانی در تصمیم گیری چیست؟ برای اینکه ما یک تصمیم خوب و عالی داشته باشیم، کدام راهکارا را پیشنهاد داشته باشیم برای شما و کدام راهکارا را ما انشالله اونا دنبال بکنیم؟ برای وضاحت موضوع اینجا در برنامه عصر ما با ما همراه باشید. تصمیم گیری یک امر مهم و اساسی در زندگی افراد، یعنی موفقیت و عدم موفقیت بستگی به همین تصمیم گیری در زندگی ما انسان ها داره. تصمیم گیری چیست؟ تصمیم گیری یعنی اراده کردن، یعنی قصد کردن، و هم به اصطلاح میگن تصمیم گیری یعنی انتخاب راهکار مناسب از بین چندین راهکار. یعنی ما چندین شیوه و چندین راهکار برای ما برای انجام یک کار پیش رو گذاشته میشه، ما به اصطلاح مناسب ترین و درست ترین و خوب ترین راهکار از بین از اونها انتخاب کنین، همین میشه تصمیم گیری. اناله به برنامه امروز چرا موضوع تصمیم گیری انتخاب شده؟ دوستای عزیز، متاسفانه در بین قشر جوان چیزی به نام تصمیم گیری خیلی کم وجود داره، یعنی خود جوان ها و قشر جوان نمیتوانن تصمیم های زندگی خود را با معیارهای درست تصمیم گیری بگیرن. ما امروز میاییم خود شما را راجع به راهکارها، راجع به این که تصمیم گیری چیز آسانیه، تصمیم گیری باید در زندگی جوان ها وجود داشته باشه تا اینکه به پله های موفقیت برسن. اناله در همین تصمیم گیری که ما تعریف کردیم چند نکته پیش روی ما به وجود میاد، یا به اصطلاح ما با چند نکته روبرو میشه. ما گفتیم تصمیم گیری یعنی انتخاب راهکار مناسب از بین چندین راهکار. اناله یک نکته که اولین نکته به پیش ما قرار میگیره اینه که چندین گزینه و چندین راهکار ایجاد میشه و ما راهکار مناسب رو باید انتخاب بکنیم. نکته دومی که در تصمیم گیری پیش روی ما میایه و ما به وجود مواجه میشیم اینه که همین نکته مطلوب و همین گزینه مطلوب رو که انتخاب کردیم در زمان مناسب باید انتخاب بشه و زمان مناسب نیاز داره. و نکته سومی که وجود داره، با یک نیروی فعال و مناسب باید همین گزینه پیش برده بشه. و آخرین نکته که ما در انجام تصمیم و یا در تصمیم گیری به مواجه میشیم و بعد ما آگاهی داشته باشیم، بس موانعه. وقتی که یک تصمیم ما میگیریم، همین چی موانع داره و ما برای حل موانع از او آمادگی داشته باشیم و موانع از سرراخو از بین ببره. بدون شک تصمیم گیری انتخاب است که بر اساس ارزیابی اطلاعات موجود صورت میگیره. حالا این مهارت بسیار زیبا میتونه که زندگی ما را پررنگ بسازه و گاهن مسیر اهدافمان را هموار بسازه. پس تصمیم گیری خوبه که در زندگی انسان ها مد نظر داشته باشند که تصمیمی در مسائل و امورات مهم زندگی خود خو بگیرند. اگر تصمیم در زندگی خود خو نگرفتین، زندگی ما معنا نداره، زندگی ما بی هدف سپری میشه و ما نمیتونین درست به مو مسائل مهم زندگی خود خو که یک امر مطلوبی هست، مهمتر است برای ما، بعد او را ما مد نظر داشته باشیم و به اهداف خود خو برسیم. باز فکر پیامدهای در تصمیم گیری زیاد است که او را ما را ناتوان میکنه و نمیگذاره که ما تصمیمهای خوبی در زندگی خود خوب بگیریم. باز فکر که میبینین گزینه های زیادی افزایش پیدا میکنه، باز اینجاست که تصمیم گیری و انتخاب تصمیم گیری برای ما یک کار دشوار و سخت تبدیل میشه. باز اینجا ما نمیتونیم که این مهارت زیبا را در زندگی خود خوب درست پیاده بکنیم. پس اگر در زندگی ما انتخاب تصمیم گیری نباشه و از او بپرویزیم، در زندگی ما هیچ برکتی نداره و زندگی ما رنگ بوی نمیگیره و ما نمیتونیم به ما اهداف درست خود ادریسشان شیب جان برسیم. پس خوب است که در زندگی خود تصمیم های درستی بگیریم. پیامدهایی که ما را ناتوان میسازه چیه؟ انتخاب های بی پایان است که ما نمیتونیم در زندگی خود درست تصمیم بگیریم. انتخاب های بی پایان گرچند در شرایط گذشته خوب بود، میتونست فرد یک تصمیم زندگی خود خوب بگیره، شرایط فعلی انتخاب ها برای
محدود شده. فرد وقتی که پشت کانکوری درس میخوره، آمادگی میگیره، انتخاب برای سخت است که کدام رشته که در شرایط کنونی ایجاب بکنه او رشته را انتخاب بکنه و بتونه کاربردی داشته باشه، در آینده بتونه از او مفید و مومید واقع بشه به زندگی از او. و همچنان میتونه که یکی از پیامدهای دیگر در تصمیم گیری، وقتی ما گفتیم انتخاب بی پایان هست، مسئولیت پذیری هست در تصمیم گیری، که ترس از قبول مسئولیت است. و هم در زندگی فرد مسئولیت را قبول میکنه و باز میبینه که سر راه از او صد راه های مانی های وجود میه و ترس داره که این چگونه بپذیرم، آیا تصمیم قبول کنم نکنم، چگونه رویش را پیش ببرم و چگونه نبرم، منجر به این میشه که در آینده باز به تصمیم های بزرگ دست نزنه. چرا؟ چون یک ترس بسیار بزرگی داره که آیا ما به اهداف خواهیم رسید یا خیر. ان شاء الله دو موارد دیگر هم بعدا ان شاء الله بعد از صحبت ها بیان میکنیم. ان شاء الله. ببینید، ما و شما خود در آن اول به این نتیجه رسیدیم که خود تصمیم گیری یعنی انتخاب کردن بین چند گزینه و هدف و شاخصه و مؤلفه. یعنی ما این کار را انجام بدیم، بین از اینا بماندیم که این کار یا او کار یا این گزینه. حالا ما باید در گام بعدی به یک نتیجه مطلوب پیرامون اهمیت تصمیم گیری دست پیدا بکنه. کمی تصمیم گیری آیا در زندگی ما اهمیت داره یا نه؟ ببینین، از کوچکترین کار ما شروع در زندگی تا بزرگترین کار ما در زندگی، ما با تصمیم گیری سر کار داریم. ببینین، صبح که از خواب بلند میشیم چی لباسی ما تن خود خوب بکنیم؟ بین چند گزینه ما مترددیم تا یک از اون انتخاب بکنیم و بعد از اون بپوشیم. کفش هایی که میپوشیم، خب بعضی میخواین که دفتر خود خوب بریم، با کدام وسیله هم دو نقد بریم، چی رو انتخاب بکنیم؟ خب مثلا چاش میخواییم غذار بخوریم، چیر بخوریم؟ یا وقتی که تشنه میشیم چی چیزی رو بنوشیم؟ وقتی که خواب میشیم ساعت چند خواب باشیم؟ ساعت چند بیدار باشیم؟ ما استادیم چیر درس بدیم؟ ما تاجریم چیر صادر و وارد بکنیم؟ ما صاحب یک فابریکا و شرکتیم چیر تولید بکنیم؟ محصولات ما چی رقم کیفیت داشته باشن؟ یعنی از بزرگترین کار ما شروع تا بزرگترین کار ما با چیزی به نام تصمیم گیری مواجهیم. خیلی از کسایی که حتی شاید تا حال نفهمیده باشن که اونا انسان‌های که صاحب تصمیم گیری خوبه در زندگی خود بودن، اونا باز هم تصمیم گیری میکردن، ولی هنوز هم به این حقیقت واقف نشدن که اونا توانایی در تصمیم گرفتن دارن، یا تا شاید خود تصمیم رو نشناسند برای زندگی بگیم، ولی صبح تا شب اونا تصمیم میگیرن مثل کارهایی که ما برشمانه. حالا وقتی که پیرامون این قضیه و اهمیت از این پیبرده ما بعد بفهمیم، تصمیم گیری ها میتونه متفاوت باشه. ما گاهی وقتا با چشم خود با تصمیم میگیریم، یک چیزی میبینیم خوش ما میایه، بعضی عمر به اصطلاح ما شما تحریک میکنه و ما خوش داریم که بخیر. گاهی وقتا تصمیم ها احساسی و عاطفی هست، از دل و قلب و درون احساسات ما برانگیخته میشه، بله باز ما تصمیم میگیریم. و گاهی وقتا هم تصمیم های ما عقلانی هست، ناشی از عقل و منطق هست، و باز بعد از ما شما تصمیم میگیریم. الان اگه وقتی که ما این تصمیم میگیریم، مگر هم با کاربرد از هر کدام از این وسایل مذکور باشه تا بتونیم یک تصمیم گیری خوب داشته باشیم. بیشک با صحبت هایی که بیان کردن پناه عزیز، ما میتونیم تصمیم ها در زندگی و یا هم گرفتن تصمیم ها تقسیم بندی کنیم به سه نوع تصامیم: تصامیم خرد و دست پایین، تصامیم متوسط و تصامیم کلان و یا هم بزرگ زندگی. تصامیم خرد و کوچک همون تصامیمی که روزمره انجام بدین، که چی لباس بپوشین، چی وقت باید دفتر برین و با کدام وسیله نقلیه، چیزایی که دوست جان گفتن. تصامیم متوسط میتونه بحث انتخاب رشته تحصیلی باشه که باید کدام رشته انتخاب کنیم، بحث انتخاب شغل که میخواین برای خود شغل مواد به اصطلاح موقتی انتخاب کنیم. ولی تصمیم های کلان زندگی، تشکیل خانواده، مثلا انتخاب یک همسر نیک، اینها تصامیم بزرگ زندگیه که باید ما همو به اصطلاح آرمان های بزرگ و یا هم همو اهداف تعیین شده در تصمیم باید من نظر بگیریم که باید خود بزرگا مشوره بکنیم، باید همو مراحلی که از ما خواسته شده اینا طی بکنیم. همین تصامیمی که گرفته میشه چه فواید داره و چه ما چقدر کمک میکنه برای حل مشکلات ما. یکی از خوبی های همین تصمیم گیری همینه که ما راجع به هر موضوع اطلاعات کافی به دست میاریم. مثلا وقتی که خواسته باشه ما یک رشته تحصیل انتخاب بکنیم، ما مجبور میشیم که چند رشته ای که مد نظر مطالعه کنیم. نه، هم ما نکات قوت اینا رو میفهمیم، هم نکات ضعف اینا رو میفهمیم، هم بازار کار اینا رو میفهمیم. این میشه اطلاعات کافی ما به دست میاریم. دومین فایده بحث تصمیم گیری
بحث به اصطلاح موفقیت و کسب موفقیت، وقتی که ما تصمیم میگیریم و به اصطلاح کارها خود بر اساس برنامه و تصمیم پیش میبرین، ما به موفقیت دست پیدا میکنیم و این گزینه خیلی خوبیه و ما رو کمک میکنه برای موفقیت و برای پیش برد کارها به نحو احسن و درست. از او بسیار عالی. و دو مورد دیگر که از پیامدهای ناتوانی در تصمیم گیری که صد در راه ما قرار میگیره، این هم اشاره داشته باشین. یکی از موارد دیگری که میتونه پیامد ناتوانی در تصمیم گیری ما باشه که ما درست انتخاب درست نداشته باشیم و تصمیم خود درست نتونیم در زندگی بگیریم، بحث کمالگرایی هست. یک مقوله هست که بعضی از افراد میگه در مقابل کار بد یا تصمیم بدی که قرار میگیری، از این که عدم تصمیم گیری باشه اون بعد انتخاب بکنی. چون این برجا حالا ای را هم فراموش نکنین کاربرد نداره که مثلا تصمیم بد بگیریم از این که تصمیم نگیری یک تصمیم بد بگیری، نه این کاربرد نداره. پس عقلانیت به صورت عقلانیت در تصمیم خود خیلی دقت داشته باشین که یک تصمیمای خوب بگیرین که نتیجه خوبی به دست بیاره. در بحث کمالگرایی اکثر افراد هستند که در امو به اصطلاح موقفهای بالایی قرار دارن، در قسمت علایق و سلایق و در قسمت خواسته هایی که اینا دارن در سطح لول بالا هست. در کمالگرایی ها که هستن این قسمت پیامدی که میتونه تصمیم نتونه درست بگیره، کمالگرایی هستن که اونا در سطح بلند فکر میکنن تا تصمیم از اینا 100% نفهمم نتیجه نده هیچ وقت تصمیم نمیگیرن و هیچ وقت هم به تصمیم گیری نزدیک نمیشن. چهارمین نکته بحث قبولیت مردم هست، عامه پسندی هست. به سلام شعیب جان، اگر فرد خواسته باشه در زندگی یک تصمیم بگیره، به فکر ازی از که اگر می تصمیمی بگیرم مردم چی میگن، آیا قابل برای مردم است یا خیر که می تصمیم بگیرم. اگر برای مردم قابل قبول بود تصمیم میگیرم و اگر نبود می تصمیم نمیگیرم. قرار نیست که در تصمیم گیری های خود ما و شما به فکر ازی باشین که تمام مردم چرا اطراف ما یا اطرافیان ما برای ناقابل قبول باشه. تصمیم گیری انتخاب است که خود ما انجام میدیم نه دیگه افراد. پیشبرد امورات از او، اهداف از او برای خود ما وابسته هست نه برای دیگران. پس در تصمیم گیری خود باید با مو دقت کامل و یک نظم دقیق تر انشاءالله انتخاب بکنیم که پیامدها را دور بسازه و ما بتونیم توانمند بشیم یک تصمیم عالی تر و بهتر تر بگیریم. بله، به همین خاطر ما باید انسانهای در زندگی خود خوب باشیم که خیلی زود دقیق مناسب و در وقت درست از او تصمیم گیری میکنن. ببینین همه انسانهایی که تردید دارن و شک دارن در تصمیم گیری خود خود انسانهای موفقی نیست. خب حالا ما باید بفهمیم که چی چیزهایی باعث میشه که یک انسان در تصمیم گیری خود خود دچار شک و تردید بشه. بله. ببینین ما سه نوع اضطراب اساسی داره. یک اضطراب مرگ، یک اضطراب تنهایی، یک هم اضطراب شک و تردید. ببینین او دو اضطراب اولین میگذارن کجا جای دیگه آره رو از این اضطراب شک و تردید صحبت میکنه. این اضطراب شک و تردید چیکار میشه؟ ما گاهی وقتا بدون از اینکه اطلاعات اولیه داشته باشیم، داده داشته باشیم، معلومات اولیه داشته باشیم، معلومات کلی و حتی جزئی داشته باشیم، بدون استفاده کردن از عقل، بدون استفاده کردن از منطق، بدون استفاده کردن از چشم، حواس پنجگانه خود خود، گاهی وقتا یک دفعه با تقلید از دیگران، با گفته شما و با اسادت کردن نسبت به دیگران یک تصمیمی میگیریم و بعد از او میخوایم که او تصمیم خود را عملی بکنیم، یک کمکی که پیش میریم در وسط راه خسته میشیم، ناتوان. همه کار، همه چیز، همه پلان، همه برنامه ملال‌آور و خسته کننده میشه. چرا؟ به هدف از اینکه دیگران سبقت بگیریم. بله. ولی ما نمیتونیم به نتیجه و هدف کارزی هستو داریم دست پیدا کنیم. به این خاطری خیلی مهم. یک گپ هم دیگه که شما سه سال دوزار عرض کردیم و میخوام اون به دی جمله دیگه برای شما بگم، و اینه که تصمیم گرفتن بهتر از تصمیم نگرفتن. ما باید تصمیم بگیریم. اگر تصمیم نگیریم، بله، اگر تصمیم نگیریم دیگران برای ما تصمیم میگیرن. دیگران ما در کار مجبور به انجام دادن و یا هم مجبور به انجام ندادن. بین بد و بدتر بد انتخاب کنیم. بله، داد تصمیم. بله، بله. دیگه فایده اینکه در این مورد وجود داره. خب حالا برای که بتونیم پیرامون تصمیم گیری صحبت‌های عمیق‌تری داشته باشیم و راهکارهای درست پیرامون تصمیم گیری ارائه بکنیم، میریم نظریات همشهریان خود رو می‌شنویم و باز بعد از اون پیرامون تصمیم گیری بیشتر صحبت می‌کنیم. تصمیم گیری چیست؟ خود تصمیم گیری که هست یک فرایندیه یا یک طریق فرایندیه که میتونیم با استفاده از آگاهی هایی که داریم یا مثلا محتوایی که قراره بین چند محتوا یا بین چند آگاهی و یا میتونیم از طریق یک گزینش انتخاب کنیم که کدام یک از این موضوعات و یا محتوا رو ما انتخاب کنیم میشه تصمیم گیری. یعنی در کل تصمیم گیری
عبارت از یک فرایندیه که بین چند موضوع ما یک موضوع انتخاب میکنیم که همون میتونه در زندگی ما رول داشته باشه یا تاثیر مثبت داشته باشه. تصمیم گیری یک برنامه بزرگ در زندگی انسان ها میباشه که خود شخص درباره زندگی خود میتونه تصمیم بگیره. تصمیم گیری برنامه ریزیه در حقیقت، کسی که میخواه یک کار شروع بکنه تصمیم گیری یعنی برنامه ریزی کردن. کسانی که در کارهای روزمره خود تصمیم میگیرن به نظر من موفق تره. تصمیم آدم باید به جای آرام و فکر آرام باید بگیره و در فضای شلوغ اینا نمیشه و اعصاب آرام بشه تصمیم بگیره. تصمیم گیری درباره زندگی، درباره آینده انسان میتونه تصمیم بگیره. زمان ما تصمیم میگیریم که به آن نیاز داشته باشیم، به یک موضوع و یک محتوا نیاز. مثلا نمیتونیم زمانی که به یک اطلاعات کافی در رابطه یک موضوع یا یک ایده نداریم ما درباره از او تصمیم میگیریم. زمان تصمیم میگیریم که اطلاعات کافی و آگاهی کافی در رابطه با اون موضوع داشته باشیم. قبل از شروع هر کار انسان که وقتی که قطعی میشه میخواد یک کار انجام بده تصمیم میگیره که مثلا فلان روز فلان ساعت فلان کار انجام بدم. تصمیم که میگیره تصمیم میتونه اون کار خود به اون وقتی که خودی تصمیم گرفته پیش انجام بده. ویژگی یک تصمیم خوب اینه که انسان باید درست فکر کنه، درست بیاندیشه که میخواد چیکار بکنه، اما تصمیمی که میگیره او درست هست یا نه. این بزی میگن تصمیم درست. ویژگی های یک تصمیم گیری خوب در کل اینه که ما مثلا اطلاعات داشته باشیم و بتونیم که بین همون موضوعات و محتوای که هسته خوب و بد تشخیص بدین. یعنی از بین از اونا محتوای رو انتخاب میکنیم که در زندگی ما تغییرات ایجاد کنه و بتونیم همون تصمیمی که میگیریم باعث تغییرات مثبت در زندگی ما باشه. ویژگی تصمیم خوب موفقیت در تمام ابعاد زندگی میشه باشه. میتونم تصمیم بگیرم که امروز مثلا صبح وقت سر کار برم، میتونم تصمیم بگیرم که امروز سر وقت مثلا ساعت تایم مشخص قضا بخوری، تایم مشخص به دنبال جنس بری. تو خیلی در هر مورد میتونی در تصمیم گیری کلا کاربرد خوبی داره در زندگی. نقش مشورت و رول اصلیه که تصمیم گیری. بعضی وقتا آدم میتونه تنهایی تصمیم بگیره، بعضی وقتا انسان مجبوره که مشوره کنه. مشوره خیلی چیز خوبیه. نقش مشورت در تصمیم گیری به طور مثال ما میم در بابر خانواده خوب به طور مثال مشوره بدم که شما در تمام کارها خوب بیایم تصمیم بگیریم. به طور مثال ما برای فرزندان خود خوب برای از اونا توصیه میکنم که تصمیم گیری میتونیم شما به ساعت مشخص تصمیم بگیریم که مخشا خوب بنویسیم، به طور مثال کارا روزمره خوب انجام بدیم و بقیه مواردی که در تصمیم گیری سهم داره کلا میشه گفت که یک چیز خوبیه در زندگی انسان. مشورت هم میتونه خیلی مهم باشه. چرا میشه که موضوعات و اطلاعات ما درباره از او آگاهی کافی نداشته باشین، از شخصی که مشوره میگیرین میتونه او درباره همون موضوع اطلاعات کافی داشته باشه یا تجربه کافی داشته باشه. زمانی که ما مشوره بگیریم اطلاعات خود ما هم کامل میشه و ما میتونیم موضوع یا تصمیمی که میگیریم خوب و مثبت باشه. عوامل موثر تصمیم گیری اینه که طرف هیچ وقت کارای از پیش نمیمونه، کارای به موقع انجام میشه و وقتی تصمیم میگیره کلا کارای رو برنامه رو خطه میتونه او رو انجام بده. عوامل موثر میتونه همو که یک تصمیم گیری خوب و پربار ایجاد کنه اطلاعات کامل در رابطه به اون موضوع یا در رابطه به بخشی که میخوایم تصمیم بگیریم. اینه که ما از قبل یعنی بار میتونه از طریق مطالعه یا از طریق بخش های متفاوت اطلاعات و آگاهی خود کامل بکنیم تا یک تصمیم گیری خوب و عالی داشته باشیم. حالا برای که ما بخوایم در زندگی تصمیم بهتری بگیریم یک سری راهکارهایی هست که اونا رو هم بیان بکنید، ببینید که کدام راهکارها میتونه ما را بیشتر به مسیر موفقیت نزدیک بسازه. اولین راهکاری که میتونه در قسمت تصمیم گیری ما بیان بکنیم مسئله را درست بیان کردن هست. گاهی اوقات چیزی در ذهن خود پرورش میدیم که او را به زبان نمیآوریم و در دلمون هست، حرف خود را به زبان وقتی بیاریم میتونیم درست تصمیم بگیریم. اگر در ذهن ما باشه مبهوت و پنهان است نمیتونیم درست تصمیم بگیریم. خب مسئله را به زبان بیاریم و در قسمت زو فوکس رو داشته باشیم که انمی وقتی تصمیمی که من میگیرم سر زبان ما هست این را تبدیل به عملی میسازم، راهکارهای چی هست، کدام مسیرها را ما بعد مد نظر داشته باشم که استرس و اضطراب از بین ببره ما بتونم به نقطه اصلی که امان و موفقیت است برسون. دومین نکته در قسمت راهکارها
مسئله مشورت کردن با اهل کار هست، اهل خبره هست، با فرزانگان کار هست. بله. مثلا وقتی من میخوام یک شرکت را راه اندازی بکنم، در این تصمیم بعد ماندم که چگونه بعد استارت اولی را بزنم، بعد مشورت با کسایی بکنم که اهل کسب و اهل کار هستند، نه تعیین تکلیف اونا برای من داشته باشند، بلکه مشوره از اونا بگیرم، اطلاعات موجوده را از بخش اگر بخشی که من قرار تصمیم میگیرم روی ما اهداف ما هست، از اونا را جمع آوری بکنم اطلاعات، بعدن به چه کار بکنم، بعدا فورا تبدیل بکنم. مسئله بعدی اینه که خوب که عزیزان وقتی تصمیم میگیرن یک کاغذ زیرآور دارن، حروف تی رو بنویسن، حرف انگلیسی تی رو بکشن، رسامی بکنن، نکات قوت و نقاط ضعف اینجگا بنویسن، در نقاط قوت خود هر کدامی که می نویسن یادداشت بکنن، نکات ضعف خودم بر روی اینا فوکس بکنن، هر کدامی که بر موفقیت زونا نزدیک بود انم استارت کار بزنن. چهار نکته ای که در مسیر موفقیت و فرمول موفقیت راهکار برای تصمیم گیری ما رو موفق میکنه، اینم بیان میکنن، ان شاء الله صحبت به دوستا میسپاریم. نخست اشتیاق هست که بعد در تصمیم گیری خود اشتیاق کار داشته باشین. دوم نظم هست. وقتی من تصمیم گرفتم اشتیاق علاقه دارم که یک کار شروع جدیدی آغاز بکنم، خوبه که علاقه کار داشته باشم، منظم باشم، سر وقت به مو کار باید فوکس داشته باشم و برنامه خود از زودتر بتونم جمع بکنم. سوم تصمیم است که روی موضوع تصمیم گیری کار هست. و چهارم هم اراده هست که حرکت میکنم. وقتی این چهار مورد ما مد نظر داشته باشم، هم میتونم تصمیم خوبی داشته باشم، هم میتونم در کار خود موفق و انشالله مؤثر و مثمر واقع بشم. بله، به ادامه صحبت های دوست عزیز، ما خوبه که راجع به راهکارها بیشتر صحبت بشه که ما بتونیم بهتر در زندگی خود تصمیم بگیریم. یکی از راهکارها دیگه که ما در تصمیم درست کمک میکنه، بعضی تشخیص مسئله، به اصطلاح گفته شما تشخیص مشکله، یعنی اولین گام برای حل هر مشکل درک مشکله و پیدا کردن مشکله، به اصطلاح فکر کردن راجع به همون موضوع، ذکر کردن موضوع. مثلا شما میخواین راجع به بین دو کار یک کار انتخاب کنین، دو رشته تحصیلی، همین که شما راجع به ازی فکر میکنیم و به اصطلاح این تشخیص میدیم که نیاز به فکر کردن داره، همین میشه اولین گام و اساسی ترین گام برای پیش برده تصمیم. بحث بعدی که ما رو کمک میکنه، بحث پیش بردن مراحل تصمیم پله به پله، استپ به استپ و گام به گام. مثلا ما یک تصمیم میگیریم که به اصطلاح به همین رشته پوانتون ما باید کامیاب بشیم و پشت کنکوری میخوانیم، انال این تصمیم یک شبه گرفته نمیشه و برای نتیجه دادن از این تصمیم ما باید مراحل مختلف تی کنیم، از پشت کنکوری مقدماتی شروع تا سنوف فشرده و تا مراحل آخر و امتحان دادن و پیگیری کردن از او. پس منم برای تصمیم درست ما باید تمام مراحل تصمیم رو پیگیری کنیم و یک به یک تی کنیم تا به همون تصمیم مطلوب و تصمیمی که مد نظر مانه برسه. و نکته بعدی هم که به همین قسمت خیلی مهمه، بحث صبر داشتن در اجرای تصمیم. وقتی که ما این یک کار کلان و یک پروسه طولانی مدت را به اصطلاح به اجرا بگذاریم، 4 سال پانتونر ما جوانا به اصطلاح پشت سر بگذاریم و تهیه بکنیم، ما باید صبر داشته باشیم برای رسیدن به اهداف خود. وقتی که تصمیم میگیریم باید صبر داشته باشیم و طبق عمود صبری که داریم او همیت پله به پله پیش ببریم. و نکته دیگه هم که بسیار مهمه و باید روی از او بیشتر تعامل بشه، بحثی که شما اشاره کردین، بحث مشوره با اهل خبره، با کسایی که تجربه دارن در قسمت تصمیم گیری، در قسمت اجرای تصامیم و همیشه در امور تصمیم گیری موفق بودن، از اونا کمک بطلبیم در مرحله به مرحله تصمیم خود تا بهمون نتایج مطلوب دست پیدا کنه. بسیار دقیق. حالا در کنار این راهکارهای بسیار درست و جالبه که برای تصمیم گیری ارائه شد، چند راهکار دیگر هم ارائه میکنم انشاءالله که در گام نخست ماها کمک بکنه در عقص تصامیم دقیق و منطقی در زندگی، و در گام بعدی عزیزانی که میشنوند و میبینن کمک بکنه در عقص تصامیم درست در زندگی. یکی اینه که ما باید درست فکر بکنیم. گاهی وقتا فکر کردن خیلی مهمه، یعنی اگه ما فکر نکنیم نمیتونیم یک تصمیم گیری درست روند زور به پیش ببرم. یعنی من اشتین یک جمله بسیار خوبه داره، میگه اگر به من یک سوال داده بشه و بگن که تو 60 دقیقه وقت داری تا به این سوال پاسخ بدی، گفت من 59 دقیقه فقط فکر میکنم، یک دقیقه ننویسم پاسخ بدم. خیلی مهمه، ما اگر فکر ما درست نبود 59 دقیقه اختصاص داده به نوشتن هیچ چیز،
ما بعد خوب فکر بکنیم بعضی درست بنویسیم. در کانزو مثلا قضیه دقیق ذهنی تصمیم نگیریم، بعد بنویسیم دیگه، این رقم نباشه که باز ما شما بزنیم خود خود تصمیم میگیریم تا یک هفته ما یاد ما باشه باز هفته های بعدی از یاد نمره که ما چی تصمیم میگرفتیم و چی تصمیمی هم نگرفتیم. و در کانزو چیز دیگه که خیلی مهمه، بعد مشوره کردن با دیگران فراموش نکنیم و یکی هم مشوره با الله فراموش نکنیم. گاهی وقتا بعضی از انسان ها توانای پاسخ دادن به اون مسئله ما ندارن، اهل از اون نیستن، یا اگر اهلی باشن نسبت به ما حسادت دارن، مشوره و نظر نیک خود نمیگن. باز ما اون وقت با الله متعال مشوره میکنه که او از افق و کرانه های بسیار دور همه چیز رو میبینه. استخاره میکنیم و الله متعال برای ما نشون میده که تو کدام تصمیم رو بگی، کدام گزینه رو انتخاب کنی، کجا برو کجا نرو، کدام کار رو انجام بده و کدام کار رو انجام نده. اینا وقتی که همه در کنار هم کواز بگذاریم، باز ما تبدیل میشیم به یک انسانی که صاحب مهارت تصمیم گیری فوق العاده بالایه و هیچ کس نمیتونه در تصمیم گیری او شکست بده. الله متعال برای هر کدام از ما شما توفیق بده تا انسان هایی باشیم که درست، منطقی، عاقلانه و مناسب